مسئله اقلیت‌های مذهبی در ایران شیعی از دوران قاجاریه و ارتباط با دولت‌های خارجی در ایران به یکی از موارد مورد توجه در روابط بین‌المللی میان ایران و کشورهای دیگر، خصوصا ممالک اروپایی بدل شد که با اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در دهه 1250 خورشیدی همزمان بود. کتاب یهودیان ایرانی در اسرائیل، مهاجرت، چالش‌های ادغام و جذب آنها همین دوره، یعنی از سال 1881 میلادی تا امروز را در بر می‌گیرد. این کتاب به تازگی به زبان عبری در اسرائیل منتشر شده و دیوید مناشری یکی از چهار نویسنده ایست که در تألیف آن نقش داشته است. این موضوع یهودیان ایران خیلی کم مطالعه شده و مخصوصا به زبان عبری خیلی کم انتشار شده و ما شروع کردیم از 1881 که با مهاجرات صهیونیستی ها به اسرائیل از اروپا و همزمان تقریبا همون سال از اروپا اولین مهاجر صهیونیستی اومدن به اسرائیل و از ایران در این 81 از شیراز بود، بعدا از همدان، اصفهان، تهران البته و جاهای دیگه. با آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی، اقلیت‌های مذهبی نیز همانند دیگر شهروندان از امکانات دولتی بهره برده و وضعیت زندگی آنها نیز بهبود یافت. یهودیان ایرانی از حق یکسان در امور مدنی برخوردار شدند و نیم قرن شرایط بسیار خوبی در ایران برای آنها به وجود آمد تا به پیشرفت‌های بازرگانی و اجتماعی نائل شوند. از دهه‌های آخر قرن 19 تا استقلال کشور اسرائیل که تقریبا 30,000 یهودی اومدن از ایران به اسرائیل، بعدن از سال 1948 استقلال اسرائیل تا انقلاب اسلامی، در سال استقلال اسرائیل تعداد یهودیان ایران تقریبا بین 90 تا 100 هزار نفر بودند. مهاجرینی که از ایران اومدن به اسرائیل بیشتر به خاطر علاقه مذهبی به اسرائیل اومدن، یعنی بیشتر اونا علاقه به اورشلیم داشتن به عنوان مرکز یهودیات دنیا. دوران محمد رضا شاه و مخصوصا در سالهای انقلاب سفید که نمیدونم اگر مردم هنوز یادشون هست از این دوره‌ای که از سال 1963 به تا 78-9 بود، این دوره را ما تو این کتاب هم منعکس میشه. این دوره طلایی زندگی یهودیان در ایران که واقعا وضعشون یا رفتار کشور با یهودی و غیر یهودی یکی بود. کمتر از 3 ماه بعد از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران، حبیب حلقانیان، رئیس سابق انجمن کلیمیان ایران، به جرم دوستی با دشمنان خدا و داشتن روابط اقتصادی با اسرائیل، در صبحگاه 19 اردیبهشت 1358 خورشیدی در تهران تیرباران شد. این اقدام نه تنها به صدور اولین قطعنامه از طرف مجلس سنای آمریکا در محکومیت اعدام حلقانیان و دیگر اعدام‌های بی‌رویه توسط انقلابیون در ایران منجر شد، بلکه بیش از 50,000 نفر از یهودیان مقیم ایران این کشور را به مقصد کشورهای اروپایی، آمریکا و اسرائیل ترک کردند. فقط 1/3 یهودی که بعد از سال 1979 از ایران مهاجرت کرد، فقط 1/3شون اومدن به اسرائیل زندگی بکنن، یعنی بیشترشون رفتن کشورهای دیگه. و به طور کلی میدونم بگم که هر چقدر که پولشون بیشتر بود رفتن بیشتر به طرف غرب. این انقلاب به یک روز زندگی یهودیان ایران را عوض کرد و احساس خطر داشتن. اون روزها دیوارنامه میگی، نامه ها، شبنامه پخش میشد تو خونه هاشون میرسید که واقعا یهود ستیزی بود و یهودی ها یک وضعی که ناامن
پیدا کردن. بازم بیشترشون موندن تا چند سال. کشتن حبیب القنایان و نقد القنایان و القنایان اسمی هست که همه میشناسن که رئیس انجمن یهودیان ایرانی بود و یک فرد خیرخواه که اینقدر کمک کرد به یهودی و به مسلمان و به بچه های ادیان دیگه. از انقلاب اسلامی تا حالا 21 نفر یهودی کشته شدن در ایران به خاطر یهودیتشون و البته این تأثیر میذاره روی مردم. همزمان با 20 سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 خبر دستگیری 13 یهودی در شهر شیراز به جرم جاسوسی برای موساد و اسرائیل نه تنها دولت اصلاحات خاتمی را در آغاز راه با چالشی در مجامع بین‌المللی مواجه کرد، بلکه بار دیگر زمین ساز مهاجرت گسترده نسل جوان یهودیان ایران شد. یهودیان دستگیر شده در دو شهر شیراز و اصفهان شامل 5 بازرگان، 1 روحانی کلیمی، 2 استاد دانشگاه، 3 معلم، 1 قصاب و 1 پسر 16 ساله بودند. The government of Israel wishes to express its profound shock and concern following the harsh sentence. دولت اسرائیل مایل است شوک و نگرانی عمیق خود را از صدور احکام خشنی که در مورد برخی از یهودیان زندانی صادر شده ابراز کند. زندانیانی که از هر گونه تخلف به دور هستند. ما خواستار همکاری جامعه جهانی با اسرائیل برای آزادی زندانیان هستیم. آیت الله جنتی در خطبه نماز جمعه تهران در 19 فروردین ماه 1379 با انتقاد از موضع‌گیری مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا در قبال سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وضع تحریم‌های جدید آمریکا را با فشار جهانی برای آزادی 13 یهودی دستگیر شده مرتبط دانست و یهودیان دستگیر شده را جاسوسانی نامید که دشمن مسلمانانند. قاضی پرونده ایرانیان متهم به جاسوسی برای اسرائیل بر اساس مواد قانونی هیچ یک از متهمان را محارب تشخیص نداده. با افزایش فشار جهانی همگی 13 نفر یهودی زندانی در فواصل زمانی متفاوت از زندان آزاد شدند، اما بار دیگر موج جدیدی از مهاجرت در میان جامعه یهودیان ایرانی شکل گرفت. آقا وقتی در یک کشوری مثل ایران جاسوس میگیری بعد از 4 سال آزادش میکنی؟ یعنی خود این نشون میده که مقامات ایرانی هم فکر نکردن که اینا واقعا جاسوس هستن. اینا نمیدونم بهتون بگم هر موضوعی به کی روی کی تأثیر آورده. این موضوع ممکنه در یهودیای شیراز بیشتر، در یهودیای تهران. وقتی نگاه میکنم که تعداد یهودیان ایرانی که سال 48 نزدیک 100,000 نفر بوده با چهل سال 79 نزدیک 100,000 نفر بوده، جامعه یهودی بزرگترین جامعه یهودی در خاورمیانه و امروز 10,000-12,000 نفر داره اونجا. حیفه. بعد از انقلاب اسلامی افرادی اومدن که تحصیل کرده بودن تو ایران، ایران پرست هستن. یه مدتی 10 سال رئیس انجمن یهودیان ایرانی در اسرائیل بودن و دیدن که اینا که از ایران اومدن میخوان ما یه کاری بکنیم که یهودیایی که از ایران اومدن ایرانی تر بشن در اسرائیل. اگر یهودیان ایران در زمان کوروش کبیر برای بهره برداری از آزادی و سرزمین اورشلیم مهاجرت کردند تا در آسایش زندگی کنند، به نظر میرسد فشارهای اجتماعی و سیاسی و عدم احساس امنیت بعد از انقلاب سال 57 خورشیدی دلیل اصلی مهاجرت یهودیان ایرانی از زادگاه خود بوده و اسرائیل یکی از مقاصد مهاجرت این اقلیت است. با این وجود ایران همواره جایگاه ویژه در ذهن هر یک از این مهاجران دارد تا روزی که بتوانند بار دیگر آزادانه به آنجا سفر کنند.